من قبل از اینکه به مسئله روشنفکر و نیروهای قتل فکر نکنم بشه اینا رو در کاتگوری روشنفکر قرار داد، ولی به هر حال این کنشگران، این نوع از کنشگران اشاره‌ای بکنم، اجازه میخوام به اون بخش از رأی که صحبتی شد، مهندسی رأی اشاره‌ای بکنم. فکر میکنم مرتبه نخست رو این تاکید بکنیم بد نیست. انتخابات، خب ما تحریم کنندگان، ما منتقدین بر این باور هستیم، بر این باور بودیم که این انتخابات تدبیر شده، مهندسی شده، از آغاز خودش حرکت کرد و به پایان خودش با همین تدابیر مهندسی شده انجامید. در مورد تعداد رأی، همونجور که شما در صحبت خودتون مطرح کردید، به هیچ وجه و هیچ کس مشخص نیست که چه میزان رأی داده شد. ما میدانیم که درصد عظیم تحریم کردن یا شرکت نکردن، شاید نزدیک به 16.5% یا 17% که کم نیست، شماره بسیار گسترده ای رو در البته طبق آمار اونها شما دارید حساب میکنید. طبق آمار اونها آنچه که به خارج از کشور برمیگرده و باز طبق آمار آنها از واجدین شرایط که بیش از 2.5 میلیون بودن، تنها بین 3 تا 5% گویا رأی دادن. یعنی چیز حدود 102 تومن آمار دیدم، یکی 130 هزار نفر، یکی 168 هزار نفر، ولی گویا اولین رقم درست‌تر باشه، یعنی چیزی بین 3 تا 5%. من چون ریاضیم خوب نیست، مجبورم این فاصله به این عظیمی رو بین 3 تا 5% رو بیارم که اشتباه نکرده باشم. به هر حال، اما می‌خوایم با هم یک نگاه دیگر، اگر آقای حبیبی نیا هم موافق باشند، به مهندسی پروپاگاندا، آنچه که به خارج از کشور و صفهای طویل و غیره برمیگرده و دوربین‌ها و نشان دادنش در ایران در رسانه‌های مختلف، اشاره بکنیم که چگونه با تدبیر این کار انجام میشه. صفهای طولانی و شور و شعفی که در میان ایرانیان در خارج از کشور وجود داشته برای رأی دادن و حتی برخی اشخاص متشخص در زندگی سیاسی، حالا متشخص از نظر تاریخ یا حافظه اپوزیسیون، مثل خان بابا تهرانی، مثل امیر بابک خسروی و غیره، و دوربین هم آماده بودند که میدونستن اینا چه ساعتی اونجا هستن، مصاحبه هم کردن، آنها هم تعریف کردن و غیره، و اینا هم ایران پخش میشه. تو یه صحبتی که من با برخی از فعالین سیاسی در داخل داشتم، بسیار ناراحت و احساس یأس میکردن از این گستردگی و گستره حضور در انتخابات در سفارت ها از سوی اپوزیسیون. به اونها در واقع این نظر خودم رو این گونه مطرح کردم که به هر حال حداقل میشه گفت که 90 و اندی درصد از همینا در دوره های قبل هم شرکت کرده بودن، تغییر خاصی رخ نداد، فقط این بار طبل پروپاگاندای بزرگتر نواخته میشود و اتفاق خاص دیگری در اینجا نمیافتد. رقم هم مشخص میتونه بکنه به معنای 134 هزار نفر، که این گستردگی تبلیغ که اینا تصاحب کرده و صفحات اجتماعی و رسانه های فارسی زبان را در واقع مبین آن حقیقتی نبود که در زمین در واقع انتخابات جاری بود. این مربوط به این بخش. بخش دیگه هم حالا میتونیم در پس از اینکه نظر آقای حبیب نیا رو شنیدم صحبت بکنیم. بله آقای حبیب نیا، آقای ملکوتی معتقد هستن که در حقیقت این قدرتی که جمهوری اسلامی در تبلیغ و بست در حقیقت اون پیام هایی که میخواد شنیده بشه داره، بیش از پیش نمایان و آشکار بود، که ما اینو میدونیم، یعنی همیشه اینجوری بوده. تمام این رسانه های خارج از کشور بیشترش الان دیگه یک نوع وابستگی به اصلاحات و جمهوری اسلامی دارن، ولی خود شما دوست دارید که از کدوم نقطه آغاز بکنید؟ با سلام به شما آقای ملکوتی و مخاطبان برنامه.
نکته که آقای ملکوتی گفتن اتفاقا جای خوبیه برای شروع بحث، برای اینکه شما ببینید که موضوع انتخابات در جمهوری اسلامی به طور کلی در نزد عامه مردم داره وجه خوبی نیست. یعنی مردم هر چهار سال میرن برای انتخابات ریاست جمهوری، حالا همون تعدادی که بر طبق آمار رسمی اعلام میکنن که من میدونم که این آمار رسمی همیشه حداقل یه مقداری بیشتر از اون حدی هستش که مردم شرکت میکنن، حداقل 10 تا 15%، ولی دستاوردی براشون نداره. منطقه در چند سال اخیر از طریق شبکه‌های اجتماعی و از طریق رسانه‌های بزرگ فارسی، بدونید که ما یه شروع دروازی بکنیم که رسانه‌های فارسی منظورمون کدوم ها هست، منظور بی بی سی هست، منظور رادیو فردا هست، صدای آمریکا هست، حتی رادیو زمانه، دویچه وله، رادیو فرانسه، تقریبا میشه گفتش که یورونیو، تقریبا هیچ رسانه فارسی با بودجه دولتی یا حتی بودجه هایی که از بودجه های عمومی میاد نیست که در دست اصلاح طلبان در خارج از کشور نیفته باشه. بنابراین وقتی شما اینها را متوجه میشید که یک برنامه ریزی کامل برای انتخابات شروع کردن از طریق شبکه های اجتماعی، از طریق افرادی که به حال در سالهای گذشته از کشور خارج شدن و حالا مثلا لابی های ایرانی در آمریکا این طرف اون طرف اینها کمک کردن و اینها اومدن وارد یه سری دانشگاه ها شدن به عنوان پژوهشگر، محقق و در واقع دارن جوی را ایجاد میکنن برای اینکه این در واقع دکانی را که مشتری نداره مشتری براش جلب بکنن. یعنی در همون سری های قبل هم در واقع این سناریوی تکراری هیولاسازی رو در واقع اینا شکل دادن و به همون طریق پیش بردن. در مورد رسانه های فارسی هم به همین طریق، یعنی شما میبینید که رسانه هایی در واقع شروع میکنن به کار کردن، رسانه هایی در واقع پوشش خبری ویژه دارن، مهمانانی را از طیف های خاصی دعوت میکنن و به نوعی به مردم در واقع تلقین میکنن که اگر که در این انتخابات شرکت نکنید وضعیت در واقع بدتر خواهد شد و در واقع عنقریب است که خامنه ای بمیره و بعد اگر رئیسی به اصطلاح رهبر بشه خیلی وضع بدتر خواهد شد. در واقع همون سناریوهای تکراری برای حقیقت. تکراری بله. این شیوهی که در واقع اینها به کار بستن، خب طبعا شما ممکنه بگید که منافع و به اصطلاح سود و بهرهایی برای یک جریان سیاسی داره. از طرف دیگه شما میبینید که اینها حتی در بعد از انتخابات در سخنان همین آقای رضایی که امشب من گذاشتم توی فیسبوکم به طور در واقع آشکار، در حالی که بارها ما شنیده بودیم از قول ظریف و دیگران که جمهوری اسلامی در آمریکا لابی نداره، در حالی که لابیش مشخصه که کجاست، ولی به طور آشکار محسن رضایی، حالا من نمیدونم اون شب چه اتفاقی افتاد که یک سری حرفایی که نباید میزد اون شب گفت توی اون مصاحبهش و گفته بود که ما در واقع تیریتا پاسی و نایاک در واقع به ما کمک کردن و ما با اروپایی ها هماهنگ کردیم و اینها. ببینید شما نقش لابی ها در این سالهای اخیر بسیار برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه این دکان در واقع مشروعیت بخشی به خودش رو پر رونق جلوه بده و پر رونق بکنه خیلی موثره. شما میبینید که تمام کسانی را که در رسانه‌های فارسی، تمام کسانی را که در نهادهای بین‌المللی مرتبط هستند، از عفو بین‌الملل گرفته تا هر جای دیگری، تا حتی شبکه روزنامه‌نگاران، اینها در واقع کسانی هستند که به اصلاح طلبان نزدیک هستند. اصلاح طلبان حالا یا از احزاب مشخص اصلاح طلب در داخل کشور یا متحدانشون مثل حزب توده و یا سازمان اکثریت یا کسانی که در پوشش اینها فعالیت میکنند مثل جمهوری خواه. بنابراین وقتی این افراد اونجا چیده شدن جای تعجب نداره که این در واقع رسانه ها و این شبکه های اجتماعی تبدیل بشن به بازوی در واقع سوم پروپاگاندای جمهوری اسلامی در خارج از کشور. یعنی جمهوری اسلامی احتیاج به هیچ گونه پروپاگاندایی در خارج از کشور و به طریق اولا در داخل کشور، برای اینکه همین ها در داخل کشور هم تاثیر میذاره.
نداره، برای اینکه با وجودی که این افرادی که حالا به طریق به روش‌های مختلف به حال به خارج از کشور اومدن اونجا تحت حمایت یه گروه‌های قرار گرفتن و دارای تریبون شدن. این نکته جالبی هست. حالا اگه ما بتونیم بحث بکنیم در مورد اینکه چه سیاست‌هایی را در واقع اینها اعمال می‌کنن برای اینکه مخاطبان شب انتخابات، مثل اون اصطلاحی بود که میگفتن محصل شب امتحان که در اون لحظه آخر تصمیم میگیره که بره در واقع کتاباشو بخونه، شب امتحان امتحان بده. کسانی هستن همیشه در انتخابات در این پروسه که تا لحظه آخر تصمیم نگرفتن که چه کار بکنن. این حالا اینا همین تاکتیک اتفاقا یک که من میرم 11 نفر دیگرم با خودم میبرم، یا اون که مثلا خاتمی تکرار میکنم که شما برید و رأی بدید و دیگران هم با خودتون ببرید، همین تاکتیکه. یعنی اینکه شما کسانی رو که مردد هستن و تا لحظه و تعدادشون هم خیلی زیاده، چون کسانی که تو کمپین ها و کسانی که توی در واقع ستادهای انتخاباتی هستن معمولا تعداد مشخصی دارن، حالا به اونها یک حقوقی هم پرداخت میشه بچه عمده این قضایی ها این هست که حقوق بهشون پرداخت شد. ولی کسانی که در شبکه های اجتماعی هست، کسانی که در واقع ارتباطات رو در رو مردد هستن، اینها وظیفه اون وقت این تاکتیک هست که اینها را در اون لحظه آخر با خودش بکشونه و ببره پای صندوق رأی. و از این طریق در واقع جمهوری اسلامی هیچ نیازی به تبلیغات دیگه ای از مضاعفی برای این نداره، بلکه نتیجه تبلیغات جمهوری اسلامی از طریق تریبون های رسمیش مثل صدا و سیما و خبرگزاری ها و رسانه های وابسته به خودش همیشه منفی بوده، یعنی بار منفی داشته. از این طرف اپوزیسیون سازی یا رسانه های محبوب سازی از خارج از کشور یا شبکه های اجتماعی به کمکش میان، برای اینکه اون دیگه صدای مستقیم خودش نیست، ولی صداییه که همون آمال آرزوهای جمهوری اسلامی رو در واقع بازتاب میده. بله آقای ملکوتی، خب سوال من از هر دوی شما این هستش که خب این یه واقعیت بسیار تلخه، یه تراژدی تاریخی است که ما داریم میبینیم که همواره ادامه داره. 20 ساله که دامن تاریخ و جامعه ما رو گرفته، از همون زمان 78 که این گفتمان اصلاح طلبان را افتاد. حالا خب خیلی معتقد هستن، خیلی از دوستان روشنفکر ما که از ایران نیومدن، اینجا بودن، جزء مخالفین بودن و جزء کسانی بودن که قبل از این جریان اصلاحات طرفدار تغییر بنیادی رژیم بودن، معتقد نبودن که از دل یک رژیم مذهبی اینگونه با این استبداد مذهبی تغییر و رفرم به وجود میاد. بخشی هم از همون قبل از اصلاحات به دنبال رفرم رفتن تحت تاثیر در حقیقت گفتمان هایی که آقای سروش به راه انداختن در رابطه با اصلاح طلبی دینی و اینها، معتقد شدن که شاید بتونیم رفرم به وجود بیاریم. ولی در تمام این طول تاریخ مردم ما در حقیقت گروگان گرفته شدن تحت تاثیر یه سری شعارهایی که به صورت واقعیت به اینها تزریق شد. سوال اینجاست که چرا مردم دوباره پای صندوق رأی میرن؟ چرا چه چیزی باعث میشه که مردم دوباره پای صندوق رأی برن؟ آیا تاثیرپذیری مردم رو میگه؟ آیا غیبت نهادهای مدنی در ایران و یا غیبت در حقیقت شبکه های آگاهی دهنده ذهن ساز وجود داره؟ چون مردم پای رأی میرن فقط با اتکا به شعارهای امید و تدبیر و جامعه مدنی و غیره، ولی هیچ گونه قرارداد اجتماعی با اینا نمیبنده. یعنی نمیگن که آقا جون ما میایم پای رأی به شما رأی میدیم به شرط اینکه این مطالبه ما رو اول شما لایحه رو پاس بکنین از مجلس، اگه این لایحه پاس شد ما میایم به شما رأی میدیم. هر دوره میرن رأی میدن و به قول شما هیچی نصیبشون نمیشه و باز هم میرن رأی میدن. استدلال هایی هم که میارن همون در حقیقت هراس پراکنی هایی هستش که دوستان خود ما، روشنفکران خود ما با نقد هایی که در همین شبکه هایی که نام بردید میکنن. خب چه باید کرد؟ خانم ساید، موضوع مردم موضوع کاملا متفاوتی است از آنچه که نیروهای اجتماعی و سیاسی مورد توجه ما در برخورد هست.
مردم بمب چاره دیگه ای شاید نداشته باشن به دلایل متفاوتی که درش هستی دارن، زندگی دارن، ناچاری هایی دارن. حتی رأی آنها هم اگر بخوایم به دقت نگاه بکنیم، اونهایی که رأی آگاهانه از میان مردم دادن، رأیشون سلبی بوده در نزد خودشون، پیش شرط های درونی خودشون داشتن. اما این پیش شرط ها هرگز نمیتواند تأثیر روی روند انتخابات با معادله حاکم، با معادله در واقع قدرت بگذارد. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه مردم یک توده انبوه هستند، در هم تنیده هستند و سازمان نیافته و اینها قادر نیستند پیش‌شرط‌های خودشون رو در اختیار قدرت سیاسی قرار بدن، بلکه این وظیفه احزاب، نیروها و غیره است. خب به دلیل سرکوب، به دلیل ارعاب، کشتار، قهر از سوی قدرت حاکمه، عملا مردم نتوانستن آن سازماندهی اجتماعی خودشون رو در جامعه به وجود بیارن. بنابراین در شکل پراکنده خودشون مورد در واقع به گروگان گرفته میشه و در این موارد مورد سوء استفاده قرار میگیرن. چاره دیگه ای ندارن. اما برمیگردیم به نیروهای سیاسی که در خارج از کشور حضور داشتن. فکر میکنم مورد توجه شما و بحث نخستین شما به این بخش از کنشگران سیاسی بود. دقیقاً، چون اونایی که در داخلن به هر حال همونجوری که اشاره کردین زیر سرکوب و خشونت شاید نتونن آنگونه که باید و شاید کانتریبیوشن داشته باشن. کاملاً آن نیروهای سیاسی در داخل کشور فکر میکنم در همان حداقل‌های وجودی خودشون خیلی مشخص‌تر در واقع برخورد کردن تا بخش خارجی در خارج کشور. آنچه که در خارج کشور رخ میده، ما نیروی جدیدی نداشتیم که وارد عرصه حمایت از صندوق رأی بشه. همین هایی بودن که در گذشته بودن، آن موقع استدلال دیگری داشتن، حالا استدلال دیگری در موقع در اختیار گرفتن. در هر دوره از تاریخ موضوع کشف و هم همیشه اینها مورد استفاده قرار میدن، در واقع همون پروپاگاندایی که رژیم مطرح کرد. حال برخی از این نیروها تحت عنوانی که ما پیش شرط داریم، مثل اتحاد جمهوری خواهان، ما با پیش شرط مشخص وارد کارزار انتخابات میشیم، به روحانی رأی میدیم، رأی ما این است که مثلا پور محمدی رو بردارن، دموکراسی بیاید و از این حرفا. ببینید، ما توی ما مناسبات سیاسی اونجا دیگه تعارف نداریم، اونجا دیگه شوخی نداریم. نمیتونیم من سیروس ملک‌پوری از اینجا بگم من فلان میکنم، من بهمان میکنم، مردم باید به پا خیزن. نه، من باید یک نیرو، یک وزن باشم تا بتوانم این رابطه رو با داخل برقرار کنم، بتونم پیش شرطی رو حتی برای قدرت سیاسی بگذارم. و بعد نکته بعدی، این دوستان پیش شرط رو گذاشتن، اما مگر پیش شرط آنها مورد اجابت قرار گرفت که آنها رفتن رأی دادن؟ مگر میثاقی بر مبنای پیش شرط آنها انجام شد، انجام پذیرفت میان مثلا دولت اعتدال و این آقایان و کمتر خانوم ها؟ مگر اتفاقی رخ داد؟ مگر صحبتی داشتن با هم؟ مگر عهدنامه‌ای با هم امضا کردن که اینا رفتن رأی خودشان را دادن؟ رو چه حسابی؟ روی وعده هایی که حتی بنده و شما هم به درستی نشنیدیم، بلکه در لفافه و به صورت کلی شعارگونه مطرح شده بود، چگونه میشه این اعتماد رو کرد و رفت رأی داد؟ مگر اینکه بپذیریم؟ نه، بحث بر سر پیش‌شرط نبود، بحث بر سر این هست که بخشی از کنشگران به ناتوانی و عجز خودشون آگاهند. خارج از دایره قدرت فکر میکنن نمیتونن بازی سیاسی بکنن، باید به نوعی خودشون رو به دایره قدرت نزدیک بکنن و در دایره قدرت فراکسیون کوچکی از مثلا فلان جناح یا بخش فلان جناح باشن. این تمام تلاش بخشی از نیروهایی است که از اول انقلاب تا کنون همین گونه، آن موقع به نام مبارزه ضد امپریالیستی وارد این بازی قدرت شد، در دوره‌های بعد
با بهانه های دیگر و امروز هم با این بهانه که میتوان این اعتدال یا این اصلاحات را به وجود آورد، ترم جدیدی رو هم تحت عنوان تحول خواهی به وجود میارن. من یه نکته رو مطرح میکنم، شاید بتونه مدخلی باشه برای ادامه بحث. به این معنی که ما در دو دوره این تلاش گسترده برخی از روشنفکر نمایان رو در رابطه با صندوق رأی یا به معنای دیگر حمایت از رژیم شاهد هستیم، یکی در دوره اصلاحات و یکی در دوره اعتدال. اصلاحات چه میخواست؟ تمام اصلاحات، برنامه اصلاحات مشخص شد که امر اصلاحات در جستجوی دموکراسی در واقع دینی میان احزاب متمکن به حاکمیت، میان جناهای متفاوت درون حاکمیت که این دموکراسی رو در میان اینهایی که تمکین کننده هستن به قدرت سیاسی به وجود بیاره. برای این بحث بر سر دموکراسی برای جمهور نبود، برای میلیون نبود، برای دیگر اندیشان نبود، بلکه دموکراسی برای خودی ها بود. در دوره اعتدال، برنامه اعتدال در واقع نفع گسلهای درونی حاکمیت بود و با همین شعار روحانی میآید، میگوید که من دولت اعتدال هستم، گسلهای میان اصلاح طلبان، اون جناحی که استمرار ما بهش میگیم استمرار طلب یا اصلاح طلب، به هر حال با این جناح اصولی را دارن، من این اعتدال رو میان آنها به وجود میآورم. بنابراین باز بحث درون قدرت حاکمه بود، ربطی به مردم نداشت و ربطی به مردم نداره. اینهایی که خودشون رو وارد بازی میکنن در واقع مثل سیر هستن در سبد میوه خانه مفلس. مرسی آقای حبیب نیا. به نظر میرسه که من تلاش میکنم که در حقیقت اون نقطه حسی این پرسشم رو به یه گونه مطرح بکنم که یه مقدار شفافتر بشه. به نظر میرسه این نقش روشنفکران، من یه مثال بزنم، شاید با مثال با متافور بهتر بتونیم. در یک مصاحبه چند نفر از این دوستان ما شرکت داشتن، یکی از مصاحبه کنندگان شخصیتی است که در داخل ایران بوده، بخشی از خود همین روحانیت بوده ولی امروز منتقده. دو نفر از مصاحبه کنندگان و یک نفر از مصاحبه کنندگان هم شخصیت برجسته است، نویسنده سرشناسی است، همه به احترام میگذاریم. در رابطه با این تحولات اصلاح طلبی و اصلاحات صحبت می شد که برای اینکه دست روی نقطه اصلی و واقعیت های در حقیقت جامعه امروز نگذارن، اینها هی بحث رو به کجراهی می کشیده. یکی می گفتش که بله از 100 سال پیش این اصلا جنبش اصلاح طلبی ربطی به جمهوری اسلامی نداره، این از 100 سال پیش یا بیش قبل از اون آغاز شده. یکی می گفت به هر حال بحثا رو پیچیده و شبکه در شبکه و گمراه کننده مطرح می‌کردن. میرسیم به آقای عزیزی که ایشون مخالفن، یعنی در حقیقت موضع دوگانه‌ای که ایشون گرفتن یه پارادوکسی عمیق رو در ذهن مخاطب به وجود میاره. ایشون به عنوان اپوزیسیون مخالف رژیم شناخته میشن ولی در این بحث یک اپوزیسیون طرفدار جنبش اصلاحات درون حکومتی بودند و چنان توجیه میکردند مسائلی رو که اون آقایی که اسمشون هم میبرم آقای خزعلی بودند با ایشون مصاحبه میکردند، چنان توجیه میکردند این و مخالفت میکردند با آقای خزعلی با توجیهاتی که میکردند که در حقیقت پرده بپوشانند از واقعیت ها و واقعیت ها رو واژگون جلوه بدن، چه عمدن و چه سهوان، این رو من نمیدونم، ولی بیننده مخاطب نگاه میکنه و میشنوه که این آقا دارن میگن که وضعیت حقوق زنان امروز به مراتب بهتر از پیشه، وضعیت جامعه مدنی به مراتب بهتر، نهادهای مدنی، وضعیت شهروندان به مراتب بهتره، در زمانی که ما میبینیم که باید نامه آتنا دائمی رو بخونیم ببینیم که وضعیت فرزند زندانیان سیاسی مدنی حقوق بشری کجاست، وضعیت زنان کجاست. باید بیشتر بریم توی قانون و ببینیم این داستان چطوره. به هر حال نوع این مسئله رو کارساز میدونستن، اصلاح طلبی و یعنی جریانات اصلاح طلبی درون حکومتی رو کارساز و متحول ایشون
تحلیل کردن که آدم اگه دو تا شاخ داشته باشه چهار تا شاخ دیگه هم در میاره. خب ما با این بن‌بست‌ها چه باید بکنیم؟ ببینید شما آقای ملکوتی اشاره کردید به جریان آقای خاتمی. آقای خاتمی ابتدا آمدن این توهم رو در جامعه به وجود آوردن که در درون حکومت شکافی افتاده که یک طرف خواهان در حقیقت یک حکومت خودکامه دینی است تحت رهبری یک فرد در اون بالا ولایت فقیه و یک گروه طرفدار جامعه مدنی و حقوق دموکراتیک مردم هستند و ارتباطات مسالمت آمیز با خارج از کشور. با این در حقیقت اینا گفتمان آمدن جلو که مردم ازشون حمایت کرده. ولی شما اگه نگاه بکنید میبینیم که آقای اگر اصلا همین دوره آقای خاتمی رو بررسی بکنید ببینید چه تحولاتی چه تغییراتی به وجود اومد که این تغییرات ماندگار بود. ما صحبت از این که اینا خیلی پافشاری میکنن که آره در سال اول و دو سال اول اینگونه شد آنگونه شد، ولی آیا پایدار بود؟ آیا استمرار داشت؟ آیا یک گام به جلو و ده گام به عقب نبود؟ خب چه کسانی مسئول این داستان هستن؟ آقای حبیبی نیا من اجازه بدین که از یه نقطه دیگه شروع بکنم و اون هستش که شما در مورد این که چه کسانی در واقع مخاطبان بالفعل اینجور پروپاگاندا هستن میتونید در واقع یه مقداری تأمل بکنید. ما در ایران یک طبقه متوسط داریم که تقریبا در طبقه متوسط شهری داریم که تقریبا یک چیزی در حدود 55 تا 60 درصد جمعیت کشور رو شامل میشه. این طبقه متوسط شهری از به لحاظ خصوصیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داری خصوصیات ویژه‌ای هست که شامل شاید همه طبقات متوسط در کشورهای جهان سوم بشه. ولی از نظر مختصات ویژه این طبقه متوسط شهری داره در یک رژیم توتالیتر مذهبی زندگی میکنه. از یک طرف دوچار یک سری ممنوعیت‌های مختلف هست و از طرف دیگه دارای یک سری امکاناتی هست که این امکانات میتونه براش به عنوان در واقع امتیاز محسوب بشه، مثل سفر به خارج از کشور، مثل دسترسی به ماهواره‌ها علی‌رغم اینکه پلیس هر چند وقتی پر میاد ماهواره‌ها رو جمع میکنه، دسترسی به اینترنت، حالا به هر طریق. شما وقتی که در مورد این رسانه و در مورد پروپاگاندای جمهوری اسلامی صحبت میکنید و در مقطع انتخابات مد نظرتون طبقه متوسط شهری، این طبقه متوسط شهری است که بیشتر از همه وارد این کمپین ها، وارد این کارزارهای انتخاباتی میشه. همونجوری که در مورد انتخابات هم ما شاهد بودیم، در روز انتخابات حوزه های جنوب شهر تهران خلوت بود، کسی در حوزه های جنوب شهر تهران حضور نداشت. بنابراین نشون میده که از طرف دیگه حوزه های شمال شهر تهران شلوغ بود. در این نشون میده که طبقه متوسط شهری و طبقه بالای در واقع متوسط بالاتر از متوسط شهری مخاطبان بالفعل پروپاگاندای انتخابات هستند و دارای سهم، دارای سود طبقاتی از این قضیه هستند. چرا؟ به خاطر اینکه این طبقه از یه سری ویژگی خاص داره. یکی اینکه خودش وارد میدان مبارزه به طور مستقیم نمیشه، برای اینکه بسیار عافیت اندیشه. این طبقه ایست که خودش رو به قول معروف با شاخ گاو در نمی اندازه، همیشه منتظره که طبقات دیگه یا افراد دیگه یا گروه های دیگه واسطه بشن تا اون بتونه با مرجع قدرت در واقع دست به گریبان بشه. بنابراین این طبقه به خواسته های خیلی حقیر و پست در واقع تنزل میکنه. یعنی شما ببینید که شعارها یا چیزهایی که در شبکه های اجتماعی مطرح میشه، از فرض کنید که از آزادی های اجتماعی، آزادی های مدنی، آزادی های فردی و آزادی های سیاسی کشیده به این که مثلا ربنای شجریان در ماه رمضان پخش بشه یا نشه. خب این خیلی مطلوبه برای جمهوری اسلامی، این یعنی کمال مطلوبه برای جمهوری اسلامی که شما مثلا سطح مطالبات این باشه که حصر موسوی و کروبی مثلا برداشته بشه، حالا برداشته بشه یا نشه مثلا چه تأثیری داره، یا مثلا فقط که این شعارهای اینچنینی داده بشه، یا مثلا فرض کنید به جای شعار آزادی زندانیان سیاسی، به جای شعار آزادی رسانه ها، به جای ایجاد فضای باز سیاسی
به این چیزهایی که در درون خود همین نهادهای قدرت هست، یعنی همین چرخه نظام هست. یه سری افراد پرتاب شدن از نظام بیرون، حالا در همین محدوده در واقع بازی رو محدود کردن به همین. بعد شما میبینید که انقدر برعکس در واقع ادعای کسانی که مدعی هستن که فضا در دوران اعتدال یا در دوران این چند سال اخیر بهتر شده، شما میبینید فضا انقدر بسته شده که حتی کسانی که تا دیروز در داخل نظام بودن حالا دیگه خودی محسوب نمیشن. کسانی مثل احمدی نژاد و بقایی و مشایی و اون دوره قبل مثلا رفسنجانی و کسان دیگه، حتی ناطق نوری، این کسانی دیگه در دایره خودی ها نیستن. یعنی همجوری این دایره داره بسته تر میشه. بنابراین وقتی شما این وضعیت رو باش مواجه هستید، میبینید که نه تنها در چشمانداز چیزهای ملموس مثل آمارهایی که ما داریم، مثل آسیب‌های اجتماعی، مثل در واقع شاخص‌های آزادی رسانه‌ها، شاخص‌های آزادی فردی، چیزایی هست که در سطح جهانی همیشه آمار هست و در واقع ایران هم جزو این آمارها هست. این نه در اینها، بلکه در چیزهایی که مربوط میشه به در واقع موازنه قدرت، شما دوچار محدود هر چقدر که پیش میره محدودیت های بیشتر میبینید. یعنی شما اگر که مثلا فرض کنید که تا 10 سال پیش تعداد کسانی که در صدر به اصطلاح حکام جمهوری اسلامی بودن، اگر مثلا فرض کنید که 100 نفر بودن، الان رسیده مثلا به 20 نفر، به کمتر از 20 نفر. که مثلا اگه خامنه ای همین چند سال آینده مثلا بمیره، این تعداد خیلی کمتر از تعدادی بوده که در 10 سال پیش بوده. اون در واقع تفاوت و تنازع یا تضادی که بین جناح ها بوده خیلی دیگه کم رنگ تر شده. یعنی شما از یک جناح اصلاحگرا که اون موقع که حجاریان میگفتش که اصلاحات در ایران 400 سال طول میکشه، یعنی شما باید صبر کنید 400 سال باید صبر کنید، به جایی رسیده که شما مثلا عالی ترین مقام امنیتی که در تمام جنایت های جمهوری اسلامی در 38 سال گذشته سهیم بوده، این اومده شده به عنوان در واقع منجی کسانی که حالا از ترس هیولا به این رو آوردن. یعنی هر وضعیت هر جوری که شما حساب بکنید داره بدتر میشه، از نظر شاخص‌های سیاسی، از نظر آمارهای مختلفی وجود داره، از نظر تعداد زندانیان. همین چند وقت پیش در واقع بحثی که بود این بود که از هر 10 نفر تهرانی یک نفر یک بار به زندان رفته. خب این در هیچ کشور دنیا سابقه نداره. من فکر میکنم در نیویورک هم بالاترین آمار میزان جرائم رو داره، اینقدر تعداد کسانی که بازداشت شدن یا در حال در واقع پرونده دارن در دستگاه قضایی اینقدر زیاد بشه. این نشان دهنده این است که فساد در داخل جامعه زیاد هست، آسیب اجتماعی زیاد هست و مردم دچار مشکلات بسیاری هستن. خب حالا این مسئله در واقع طبقه متوسط شهری میتونه در واقع مدخلی باشه برای اینکه ما بررسی بکنیم که چه کسانی مخاطب اینجور پروپاگاندا هستن و چه کسانی در لحظه آخر تصمیم میگیرن که مثلا اگه جلیلی رئیس جمهور بشه وضع ما بدتر میشه، اگه رئیس رئیس جمهور بشه وضع ما بدتر میشه، در که این ساختار خیلی تغییر نمیکنه. یک کسی در واقع با لبخندها و شعارهای و یه ژستی که حالا من یه خیمی مثلا پوزیسیونی دارم که مخالف در واقع جناح غالب هست، کسی دیگه ای نه، کسی دیگه ای چون البته هر کسی دیگه ای که در تاریخ جمهوری اسلامی بعد از در واقع خامنه ای ثابت کرده که هر کسی دیگه در مقام ریاست جمهوری قرار بگیره در تقابل مستقیم با خامنه ای قرار میگیره. من مطمئنم که اگه رئیسی هم رئیس جمهور میشد در سال دوم با خامنه ای مشکل پیدا میکرد. بنابراین این موضوعی است که شما همیشه باید در نظر بگیرید. این طبقه متوسط طبقه ای که همیشه عاقبت اندیش، عافیت اندیش، همیشه پشت سر دیگران حرکت میکنه. یعنی شما نباید از این طبقه خیلی انتظار داشته باشید. متاسفانه شبکه‌های اجتماعی، تلویزیون‌های ماهواره‌ای، در واقع کسانی که به رسانه‌ها دسترسی دارن، صدایی که منعکس میشه صدا از طبقه متوسط شهری که به این رسانه‌ها دسترسی داره. چون مثلا جنوب شهر تهران هیچ وقت صدا نمی‌شنوید. از کارگران نمی‌شنوید. از سیستان و بلوچستان نمیشنوید، از چه میدونم کارگران معدن هیچ وقت صدایی نمیشنوید، ولی از این طبقه متوسط شهری که مخاطب تلویزیونای مثل من و تو و بی بی سی و صدای آمریکا و اینا هست، همیشه از اینا صدا میشنوید. برای این صدای که صدای محافظه کارترین
بخش جامعه ایرانه که همیشه دنبال اینه که ببینه کجا میتونه به خودش رو مرجع بزنه. اصلا خود این برنامه های آقای حیونی، برنامه های این رسانه و اصلا نقطه عظیمت این رسانه ها روی همین بخش، روی این بخش از جامعه خودش سازماندهی کرد. اگر یادتون باشه بی بی سی در آغاز کار خودش حتی زبان مشخصی رو انتخاب میکنه برای اینکه بتونه با یک نسل جوانی که حالا با همون ادبیات خفن و غیره اونها با همین ادبیات شروع کردن بعد تغییرش دادن، من و تو باز به طور مشخص روی کردش به همین نسل هست، یعنی کاری به بقیه اخشار و لایه های اجتماعی و طبقات اجتماعی دیگر ندارد. خب اونها رو مخاطب قرار میدن، اونها در واقع نیازهای خودشون رو در این سطح پروپاگاند میکنن که تحت عنوان این که بله نیازهای کل جامعه در همین حد تعریف میشه. این اتاق فکر بیت رهبری رو که به هر حال میگن تو همون اون دولت موازی که الان قدرت تام رو در دست داره، که خود همین صدا و سیما و تبلیغات و همین داستانایی که الان ما داریم در موردش صحبت میکنیم به اضافه نیروهای انتظامی، ارتش، نهادهای اقتصادی، نمیدونم سازمانها، بانکها که الان هر روز یکی پس از دیگری داره بسته میشه، پولای مردم هم دارن ملاخور میکنن، میگن که اینا همیشه یک قدم جلوتر یا شاید 10 قدم جلوتر از این روشنفکران ما هستن. روشنفکران ما دنبال روی در حقیقت این حوادث مقطعی هستن و به جای اینکه یک افق روشن و در حقیقت سازنده بتونن در یک گفتمان جهت دهنده به وجود بیارن، همواره دنبال روی این حوادث مقطعی هستن و در دام این حوادث مقطعی مینشینن و نقد میکنن. جمهوری اسلامی خیلی قشنگ دونسته که حتی اونایی که 100% مخالف در حقیقت رفرم یا اصلاحاتی هستن که امکان پذیر نیست، اگه بود که اونقدر مخالفت نمیشد، اونها رو هم بادار بکنه که ساعات و نمیدونم روزها و زمانهایی رو بذارن که بگن که بین این بد و بدتر اون رئیسی چیکاره بود، اون چیکاره بود، نمیدونم فلان که باید کرد. یعنی واقعا نقد این داستانها و این شخصیتهایی که میان و امروز خودشونو به عنوان افراد حقوق بشری، انسان دوست نشون میدن، جلوه میکنن، باید نقد کرد. اما جای یک گفتمان درست و موازی در برابر این خالی. حالا ما میدونیم که پولش نیست، دولت ها پشتیبان این داستان هستن، جمهوری اسلامی به تنهایی نتونسته وایس آف امریکا رو، بی بی سی رو، منوتو و اکس و ایگریت رو به سمت خودش بکشه، یک سیاست بین المللی داره اینو دنبال میکنه، نقش روسیه چیه، نقش نمیدونم اسرائیل چیه، نقش امریکا چیه، نقش کشورهای اروپایی چیه، حالا اونا بماند. اما اشاره کردید، خیلی نکات جالبی رو امی جان اشاره کردی. در مملکتی که قانون نیست، یعنی قانون هست به ظاهر برای نمایش بین المللی، ولی در مملکتی که قانون اجرا نمیشه، ضمانت اجرایی نداره، نه رئیس جمهورش میتونه اجرا بکنه، نه نماینده مجلسش میتونه اجرا بکنه، همجوری هم که اشاره کردی حتی صمیمیترین دوست و همپیاله یا آقای خامنه ای به محض اینکه میاد توی بازی قدرت توی ریاست جمهوری، ما داریم یه نوار حتی که چقدر رابطه روحانی و آقای خامنه ای نزدیکه تا سال 92 و چه تعریف هایی ازشون میکنه و بعد دفعه این اختلافات شروع میشه. حالا در جایی که قانون نیست، در جایی که در حقیقت قانون ضمانت اجرایی نداره، طبیعتا امنیت هم نمیتونه وجود داشته باشه. سخن من رو به روشنفکرانی مثل آقای میلانی است، روشنفکرانی که در حقیقت طرفدار این گفتمان هستند و تشویق میکنن مردم رو با نقدهای خودشون که در حقیقت یک نوع رواداری بکنن، چون این گفتمان و این جامعه داره به سوی به سمت تحولات در حقیقت جهت دهنده و تعیین کننده میره. این هستش که در کشوری که قانون نیست، در کشوری که قانون در قانونه، در کشوری که دولت‌های موازی در کنار همدیگه هستن، در کشوری که نه قوه قضاییش مستقله،
قوه قضاییش خودش خانه فساده، نمیدونم قوانین اجراییش اصلا توسط معلوم نیست چه کسانی اجرا میشه، چه کسانی پاسخگو هستن، چه کسانی پاسخگو به مردم که هیچکی پاسخگو نیست، به زندانیان سیاسی که هیچکی پاسخگو نیست. آقای روحانی دعوت میکنه از خارجی ها، از ایرانی هایی که در خارج از کشور زندگی میکنن که بیاین داخل سرمایه گذاری بکنین. اینا میرن دونه دونه به جرم جاسوسی میافتن تو زندان، هیچ امنیتی وجود نداره. چگونه ما میتونیم، با چه وجدان عمومی ما میتونیم به این مردم بگیم که شما صبر بکنین، تحمل بکنید، با سیاست گام به گام پیش برید، طرفدار روحانی باشید، طرفدار خاتمی باشید، اینا ارمغان آور نمیدونم تحولات بهینه بودن. چگونه ما چشم میبندیم بر این واقعیت هایی که وجود داره؟ همین بحثی که الان ما داریم میکنیم چگونه میتونه گسترش پیدا بکنه؟ چگونه ما میتونیم روشنگری بکنیم و در حقیقت یک نیروی موازی تشکیل بدیم برای در حقیقت ایجاد گفتمانهای جدید، برای روشنگری، برای این در حقیقت کجراه‌هایی که اینا مردم رو سوق میدن ما بتونیم در حقیقت یک چشم‌انداز دیگه، یه افق دیگه ای رو نشون بدیم؟ خب باید پرسید از آقایون میلانی ها که کدام یک از سیاست های گام به گام برای اصلاحات طی روایتی 22 سال یا به روایتی 38 سال امکان تحقق یافت، اصلا میتونست متحقق میشه؟ خود اینم سآله در چارچوب یک نظام توتالیته، در چارچوب قوانین شریعتی که در گاهن به قوانین مدنی در واقع چیره است و حاکمیت است. خب ما حتی میبینیم که پیشنهاد اعدام، نفع اعدام رو در شکل بسیار تقلیل گرایانش به نام لگام نتونست این پروژه پیش بره. یعنی اینکه حالا اعدام رو کمتر بکنی، فعلا روزی به جای 20 تا مثلا 2 تا بکشید، 2 تا اعدام بکنید، کمش بکنید، یا این بخش از جرایم رو فعلا اعدام نکنید. حتی لگام موفق نشد. بله. حتی 1 میلیون کمپین، 1 میلیون امضا موفق نشد. چی میخواست مگه کمپین 1 میلیون امضا؟ در حد همین قوانین، در واقع بخشی از خواسته هاشون در حد همین قوانین فقهی و غیره بود، یعنی نوع تفسیر شاد فرق می‌کرد. اگه شما به صحبت‌های خانم شیرین عبادی در اون زمان توجه کنید می‌بینید که خب سعی می‌کرد که به سراغ این و آن مجتهد بره، نوع دیگری از تفسیر و روایت رو در اختیار بگیره تا بتونه مسائل سیاسی خودش رو، خواسته‌های مدنی خودش رو پیش ببره. برای حتی اونم نتونید. این می‌بایستی به آقایان و به این فرهیختگان ما، من معتقد به روشن فکر بودنشون نیستم، این فرهیختگان ما یک چیزی رو آموخته باشه در این سالها، و اون اینکه درک خودشون رو از نظام توتالیتر برای ما مشخص بکنن. آیا اصولا اینا معتقدن که ما با یک نظام توتالیتر مواجه هستیم یا نه؟ به نظر میاد که اینطور نیست خانم صاحب. به نظر میاد که اینا بیشتر صحبت‌هاشون، اگر به مفاهیم توجه بکنیم می‌بینیم که اینا از یک نظام اقتدارگرا دارن صحبت می‌کنن. در واقع اون میل و سمتی که یا آرزویی که روحانیا و بخشی از سپاه پاسداران دارن که برن به سوی نظام اقتدارگرا، هنوز که نرفتن. تازه هم اگر برون هیچ مناسبتی با خواست انسان مدرن معاصر ندارد که ما بخوایم از نظام اقتدارگرای آینده اینها که از این تحول میپذیرد دفاع بکنیم. بنابراین آنچه که هست از دید ما مواجه با یک نظام توتالیتر هستیم. اگر نتونیم خودمون رو، خواسته هامون رو، دادخواهی خودمون رو در چارچوب این نظام به تعریف بکشانیم، طبیعی است که سرگردان میشویم. حالا میخواییم فرهیخته باشیم، استاد دانشگاه باشیم، پژوهنده باشیم، هنرمند باشیم، هر آنچه که میخواییم باشیم. آقای دولت‌آبادی امروز یا تو همین چند روز پیش مصاحبه‌ای داشته، خب ایشون هم از تحت عنوان ادیب، نویسنده بسیار بزرگی هستن، جای ارزش و اعتبارشون در تاریخ ادبیات ما جای خود دارند، اما در حوزه سیاست بسیار آدم ضعیفی هستند و بسیار آدم معیشتگرایی هستند. خب این که نمیشه فراموش کرد. ایشون مطرح میکنند
ما جامعه ما هم به ظریف احتیاج دارد هم به سلیمانی. شما هیچ نویسنده و هیچ ادبی ادیبی رو در جوامع مدرن پیدا نمی‌کنید که بخواهند بگوید جامعه ما به این نوع از کاراکترها احتیاج دارد. بلکه مثلا اگر نویسنده آمریکایی باشد حتما خواهد گفت که مثلا جامعه ما به همینگوی و نمیدونم فلانی احتیاج دارد، نه اینکه به ظریف و قاسم سلیمانی احتیاج دارد. خب این یه تفکر در این بخش از آنهایی که ما به عنوان روشنفکر خطاب میکنیم که روشنفکر نیستن، نگاه معیشتی دارند به زندگی و هر دلیل خاص خودشون. اصولا ما قبلا هم با هم یه صحبتی داشتیم سالها پیش، من معتقد نیستم در جامعه ایرانی ما چیزی به نام لایه روشنفکری هرگز داشتیم. ما عناصر پراکنده و پرتاب شده به عنوان روشنفکر داشتیم، اما هرگز دارای انسجام نبود. در تاریخ انکشاف خودش در طی این حداقل 100 سال گذشته به عنوان یک لایه اجتماعی حضور پیدا نکرد. این نیروی اجتماعی وارد عرصه میشه، در خیابان، در تاریکی میره برای اینکه به نور برسه، در تاریکی برای غلبه و ترس خودش سوت میزنه، آواز میخونه، از پژواک صدا خودش هراسان میشه، برمیگرده. این کار در واقع به اصطلاح روشنفکر نمایان ماست که یک گامیان جلو خطاب میکنن، در واقع قدرت رو خطاب میکنن، میخوان با قدرت بجنگن، اما بعد میهراسند. حالا یا هراس هست یا معیشت هست، هر اون چه هست برمیگرده. اجازه بدید چون اشاره میکنن که ما وقت 5 دقیقه بیشتر نداریم، امید جان شما یه صحبتی در این زمینه بکنید. ما میدونیم که واقعا از یک سو مردم داخل ایران انگاری که گروگان گرفته شدن، به اسارت گرفته شدن، یعنی نمیشه ازشون ایراد گرفت، نه ما که در خارج از کشور هستیم میتونیم در حقیقت جهت بدیم یا تعیین در حقیقت راه بکنیم. اما وقتی نگاه میکنید میبینید که این مردم چقدر بیپناه و بیپشتیبان هستن، حتی از خود روحانیون، یعنی هر روحانی که، هر معممی که، هر مرجع تقلیدی که به اینها اعتقاد نداشت و واقعا میخواستش که دین و ایمانش رو نگه بداره و با اینها به مخالفت برخاست، یا زندانی شد یا خل لباس شد یا کشتنش یا زندانیش کردن یا اصلا دیگه ممنوع صدا شد و ممنوع تصویر شد. خب اینه که از خود روحانیان با همون تشکیل دادگاه ویژه روحانیت، از همون ابتدا خود روحانیون هم که اونایی هم که نمیخواستن توی قالب اینها خدا نشناسی بکنن رو، اونا رو هم که ایزوله کرده، همه اونای دیگر هم که به یک نحوی تحت تاثیر خودشون قرار دادن، یا با حمایت‌های مالی یا با حمایت‌های معنوی یا با همون مسائلی که مطرح شد، مصلحت اندیشی ها و در حقیقت معشیت گرایی ها. به قول خود آقای سروش میگه که این روحانیان در حقیقت اینها معشیت اندیش هستن، معرفت اندیش نیستن. خب در این زمینه ما میبینیم که واقعا یک جمهوری اسلامی تمام تلاشش بر مبنای این بوده که با هراس پراکنی، با ترس، با سرکوب، با تبعیض، با خشونت، با زندان، با اعدام، حتی اونایی هم که دارن میرن که ویزیت کنن پدرشون و مادرشون و اینا رو میگیره، میگه برای ما جاسوسی میکنی یا نمیکنی، اگه نمیکنی حالا دانشجوه، حالا پزشک، معلم، پدر، مادر، نمیکنی میندازی تو زندان. خب و با یک سیاستی هم تونسته که این تحقیقت قدرت شبکه‌ای رو به دست بیاره. بخشی از اونهایی که واقعا با این سبک و با این در حقیقت روال واقعا مخالف هستن، آدم های مؤمن و ایمانمندی که در حقیقت وجدان عمومی دارن، دلشون برای میهنشون میسوزه، دلشون برای مردم میهنشون میسوزه، به دموکراسی واقعی اعتقاد دارند، وقتی باشون صحبت میکنی میگی که میگن که ما که اون رسانه ها رو نداریم، ما که انسجام نداریم، ما که صدا نداریم، چه باید کرد؟ در همین 2-3 دقیقه که باقی مونده من دلم میخواد این بحث رو ادامه بدیم، حداقل ماهی یه بار ما این بحث رو ادامه بدیم.
و به یه جایی برسیم. چه باید کرد؟ خدامون ما چه باید بکنیم؟ این بحث در واقع خیلی بحث گسترده ای، ولی من چیزی که میخواستم بهش اشاره بکنم موضوع پرنسیپ های اخلاقی. شما این پرنسیپ های اخلاقی موضوعی که در فلسفه وجود داره از زمان سقراط تا مثلا فرض کنید نیچه تا مارکس تا فرانکل تا هانا آرنت تا حتی مارکوزه تا همین، یعنی این شما به یک اصول و موازینی در مبارزات اجتماعی و سیاسی یا در مطالباتتون باید پایبند بشید. نمیتونید که هی دور خودتون بچرخید یا اینکه بگید حالا چون این یکی مثلا فرض کنید که این اتفاق افتاد این یک قسمت از پرنسیپ‌های اخلاقی را تعطیل می‌کنید. شما به یک اصول معتقد، یا معتقد که جمهوری اسلامی نظامی است توتالیتار و رفرم ناپذیر و تجربه مکرر در مکرر هم داشتید، یا اینکه معتقدید که در واقع بر موج سوار شد. موضوعی که در مورد رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی وجود داره که عده‌ای دوست دارن که بر موج همین طبقه متوسط شهری که دوست دارن از قافله عقب نمونن سوار بشن، یعنی کسی جرأت مخالفت و خلاف جریان آب شنا کردن رو نداره. شما وقتی می‌بینید رسانه‌های بزرگ مثل من و تو، مثل بی بی سی، مثل صدای آمریکا، مثل رادیو فردا، اینها لحظه به لحظه دارن گزارش میدن، ببینید مردم دارن میان رأی میدن. خبرنگار داره در نیویورک میگه مردم دارن رأی میدن، یک عده هم اونجا دارن سر صدا میکنن. یعنی اون یک عده ای که دارن سر صدا میکنن از جانب از در ذهن این خانم خبرنگار جز مردم نیستن که یک عده ای هستن. معلوم نیست کیان، مردم کسایی هستن که دارن رأی میدن. وقتی شما این القا میکنید به مخاطب، همینجور عکسای مختلف از مجریان من و تو از بی بی سی با کروات بنفش منتشر میشه، این پیامی که شما دارید میدید به مخاطب، یعنی اینکه اگر شرکت نکنید همین الان نری پای صندوق رأی، یه چیزی داری از دست میدی. یعنی این از این موج عقب میونه. در جامعه شناسی ما وقتی شما در یک گروه اجتماعی هستید، اگر خودتون رو جدا بکنین احساس انزوا دارید. یک فیلم معروفی هست در ایتالیا که در واقع نشون میده همه مردم رفتن به استقبال موسولینی و یک مرد، یک شاعری با یک خانومی تنها مونده در اون جا، و اینا در واقع این دیالوگی که در این فیلم هست در واقع نشان دهنده اینه که در ضمن اینکه اینا حقانیت و پرنسیپ اخلاقی ها حتی اون شاعره برای خودش قائل هست، ولی احساس انزوا میکنن. یعنی اینکه اگر میتونستن بر موج در واقع کسانی که رفته بودن به استقبال، حالا هر اتفاقی که داره میفته، سوار بودن، شاید این احساس انزوا رو نداشتن. ولی خب افرادی هستن، در تاریخ ما بوده، در تاریخ همه کشورها بوده، افرادی هستن که توبه و ندامت و اینها نکردن، جلوی جوربین‌های تلویزیون نیومدن که در واقع نقش نادم رو بازی کنن، و در واقع یک جوری گفتن من صدای کسانی هستم که در واقع صدایی ندارن و من باید صدای اونها باشم. بنابراین وقتی که این هیپوکراتی بر جامعه حاکمه، که شما وقتی میدونید که نظام جمهوری اسلامی یک نظام ضد زن هست از سر تا پا، بعد شما مثلا فرض کنید که لایو پناهنده سیاسی هم هستید، لایو روی فیسبوک میگیرید که من الان به حجاب رفتم تو سفارت جمهوری اسلامی دارم رای میدم، این خیلی چیز خوبیه. این در واقع این نشان دهنده عمق هیپوکراتی و زیر پا گذاشتن پرنسیپ های اخلاقی هست که نتیجه این رای دادن این میشه که شما به مشروعیت نظام جمهوری اسلامی و تداوم این قضیه، تداوم این در واقع ماشین سرکوب دارید رای میدید. این موضوع که باید همینجوری در واقع دائم یادآوری بشه به مردم، باید بحث بشه، گفتگو بشه. بله، یک جایی باید روی یک چیزهایی رو وایسید، بگید نه الان نمیشه. خب در دهه 60 ما هزاران هزار زندانی سیاسی بدون اینکه واهمه از مرگ داشته باشن روی پرنسیپ‌های اخلاقیشون وایسادن، توبه نکردن و با پای جوخه تیرباران رفتن و اعدام شدن. در زحله اعدام فریاد زنده باد آزادی یا زنده باد سوسیالیسم یا هر چی که اعتقاد داشتن سر دادن. خب اجازه بدین که بله، چون چندی بار اشاره کردن که این وقت این قسمت از برنامه وقتش تموم شد، چون بحثا نیمه تمام ماند. دوست دارید که هفته آینده این بحث رو دنبال بکنیم، آقای ملکوتی، آقای حبیبی نیا؟ خوبه، همین بحث رو دنبال کنیم، چون خیلی سوالات من داشتم که اصلا من نیمه تمام ماند. از حضورتون سپاسگزارم. تا دوشنبه آینده ما همین بحث در حقیقت خلأ روشنفکری، خلأ نقد روشنگرانه
و گفتمانسازی رو بحث خواهیم کرد و به زوایای مختلفش خواهیم پرداخت. از حضور در برنامه بسیار سپاسگزارم آقای ملکوتی و آقای حبیبی نیا. سپاس از شما. تشکر میکنم. دوستان عزیز، پس از پخش چند پیام بازرگانی با شما خواهیم بود. مهمان بعدی من آقای سعید محمدی هستند. مرسی.